سلام خوش آمدید جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که من از زواهری رهبر القاعده در کابل پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان کشته شده است به گفته آقای بایدن زواهری در عملیات دارای استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA در سی و یکم ماه جولای در یک خانه کشته شد جایی که به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده زواهری با خانوادهش پنهان بود. بل روجیو کارشناس ارشد در مرکز تحقیقاتی امریکایی موسوم به دفاع از دموکراسی ها در ماه جوزای امسال به ما گفته بود که رابطه طالبان با القاعده نزدیک است و مستحکم. آقای روجیو از ایالات متحده از راه سکای با ماست. Thank you very much Mr. Ro 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 for Uh, your time. Let me ask گفتم you, uh, we... میتونیم که القاعده در افغانستان مرد؟ پاسخ به این پرسش قاطعا که نه است. حضور ایمان الزواهری در قلب افغانستان در کابل تحت اداره طالبان ثابت می که به یاد داشته باشد که تنها زواهری در کابل پناه نبرده بود. شبکه با او بوده است که زمینه را برای پناه در آنجا فراهم کرد. این روشن است که دیگر رهبران ارشد القاعده تا امروز در داخل افغانستان پناه گرفتند. تیم نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تحریم های القاعده و گروه دولت اسلامی اخیرا اعلام کرد که القاعده در افغانستان فعالیت می و در آنجا راحت است و این حمله هوایی تقریبا اثبات آن است. خب این حمله در راستانه نخستین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان چه پیام را به حکومت طالبان می رساند؟ این حمله هوایی از زمان خروج نیروها در آخر ماه آگست پارسال نخستین حمله ثبت شده ایالات متحده است. پیام مختلف است طالبان می دانند که ایالات متحده هنوز توانایی آن را دارد که رهبران ارشد القاعده و هر کسی را که بخواهند هدف قرار دهد ده اما توانایی ایالات متحده برای اجرای این کار محدود است در واقع یک سال را در بر گرفت که ایالات متحده یک رهبر ارشد القاعده را در آنجا هدف قرار دهد ده این اثبات توانایی ایالات متحده است اما ایالات متحده باید منابعش را تقویت کند بنابراین پیام امریکا و طالبان این است که وضعیت را نظارت می کند. اما طالبان محاسبه کرده اند که پناه دادن به القاعده هنوز به نفشان است خب ما پیام مختلف از این می ایالات متحده ادعا می کند که توان حمله هوایی را دارد و عملیاتش از راه دور موفقانه بوده است آنچه را با این حمله به جهان واقعا نشان می دهد این است که طالبان فعالانه رهبری ارشد القاعده را حمایت می کند این در دیگر بخش ها واکنش داشته می تواند. مثلا در جایی که ایالات متحده می خواهد برای حمایت از مردم افغانستان با طالبان کمک های مالی بفرستد ممکن این کمک ها متوقف شود اما انتظار ندارم که طالبان رفتارشان را تغییر دهند اما این خبر بر وحدت میان طالبان در افغانستان چه پیامده خواهد داشت و با کدام دو دستگی بالقوه در صفوف طالبان خواهد انجامید؟ فکر نمی کنم که سبب هیچ گونه دو دستگی در میان طالبان شود. مانند هر چیزی دیگر حمله ایالات متحده در داخل افغانستان به وحدت میان طالبان کمک می کند و نشان می دهد که ایالات متحده هنوز می تا در داخل افغانستان تعامل داشته باشد. چیزی که طالبان می خواهند پایان یابد. حمایت زیاد در صفوف رهبری طالبان از القاعده وجود دارد. تنها شبکه حقانی نیست که از القاعده حمایت می کند. فرقه به رهبری ملا پسر ملا عمر القاعده را حمایت می کند. فرقه های دیگر طالبان نیز آن را حمایت می کنند طالبان معروف به میانهرو در صفوف طالبان قدرت را ندارند که واقعا مشکلی در صفوف طالبان ایجاد کنند تنها رو به نام وجود دارد آنها کسانی هستند که تنها چیزهای مثل کمک ها از طرف غرب را تنظیم میکنند اما آنها به معنای میانه روهایی که ما اینجا در غرب می گویم نیستند اما سخنگویان طالبان به گونه مکرر تأکید کردند که اونا هیچ گونه ارتباط با ترورستان ندارند و از هیچ گروه شورشی در افغانستان حمایت نمی کنند. بلنکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که طالبان با پناه دادن به زواهری توافق نامه دوها را نقض کردند. این رویداد بر تعامل موجود میان ایالات متحده و طالبان چه تاثیر خواهد داشت؟ خوب این باید سبب قطع هرگونه گونه رابطه ای که میان ایالات متحده و طالبان وجود دارد شود. اما واقعیت این است که پیش از حملات 11 سپتامبر و پس از آن طالبان در مورد روابطشان با القاعده دروغ گفتند. پیش از حملات 11 سپتامبر طالبان وعده کرده بودند که افغانستان پایگاه گروه های تروریستی نخواهد بود و اجازه نخواهند داد که اسامه بن لادن بر ایالات متحده حمله کند اما حمله کرد پس از حملات 11 سپتامبر طالبان گفتند که القاعده وجود ندارد در اداره دونالد ترامپ ایالات متحده با طالبان در مورد توافق گفتگو کرد و از افغانستان بیرون شد گفتند که القاعده شکست خورده و طالبان قطع رابطه کردهاند اما آن هم دروغ بود یک بار دیگر میگویم که باید سبب توافق توقف هر گونه تلاش برای کار با طالبان شود بر هر شکلی که باشد اما نخواهد شد زیرا حکومت ایالات متحده هنوز آرزو دارد تا به دروغ بزرگ باور کند که رابطه ای طالبان و القاعده قطع شده است اما زمانی که ایمن الزواهری زیر محافظت سراجدین حقانی یکی از دو معاونان امیر طالبان و همچنان وزیر داخله طالبان در کابل پناه می گیرد به این معناست که بازی ادامه دارد اما متاسفانه مقامات امریکایی هنوز میخواهند وانمود کنند که توافق دوحه پا برجاست در حالی که هرگز چنین نبوده است <applause> طالبان به گونه مکرر به کشورهای همسایه منطقه و جهان اطمینان دادند که هیچگونه تهدید از افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد شد حالا این اطمینان دهی از جانب طالبان چقدر مورد اعتبار بوده میتواند؟ پیش از امضای توافقنامه و خروج نیروها هرگز نباید در این مورد بر طالبان اعتماد می میشد و پس از آن هم نباید بر آنها اعتماد شود یک بار دیگر میگویم که حضور زواهری در داخل افغانستان این را ثابت میکند که رهبری ارشد طالبان از القاعده حمایت میکند ایالات متحده و حکومت غرب باید این موضوع را بپذیرند اما چون این نخواهد شد زیرا آنها در مورد رابطه پایدار القاعده و طالبان در حالت انکار بودند Continue to be in denial about the, the enduring Taliban Al Qaeda relationship.